سلام، من غزلم و این دومین قسمت از مینیمالیسته. سلام، من شقایقم و در این قسمت مینیمالیست میخوایم در رابطه با حق آموزش به زبان مادری صحبت کنیم. آموزش به زبان مادری از حقوق کودکانه و توی لوایح مختلف حقوق بشری هم به این مسئله اشاره شده. عدم دسترسی به آموزش به زبان مادری میتونه کودکان رو با مشکلات زیادی توی روند رشد و اجتماعی شدنشون مواجه کنه، از جمله سرخوردگی، منزوی شدن، اضطراب، افسردگی و غیره. اما با وجود همه اینها بسیاری از کودکان در ایران از آموزش به زبان مادریشون محروم شدن. حق اینقدر مهم که جزء حقوق کودکان به حساب میاد، متاسفانه در اون جغرافیا خیلی و خیلی بیشتر از اون چیزی که باید سیاسی بررسی میشه. ما توی این قسمت میخواییم نظرات موافق و مخالف در رابطه با آموزش به زبان مادری رو با هم دیگه بررسی کنیم. سعی کردیم که یک مهمان دعوت کنیم که نظرش مخالف ما باشه، اما متاسفانه کسی رو نتونستیم پیدا بکنیم که توی برنامه شرکت بکنه و اکثرا پیشنهاد دعوتمون رو رد کردن. پس تصمیم گرفتیم که خودمون این کار رو انجام بدیم. خب من از گیریم سنگینم برگشتم و قراره که من نظر مخالف باشم و شقایق نظر موافق. شروع کنیم؟ الان کی از زبان مادریش محروم شده؟ همه مردم غیر فارس که دارن به زبانهای خودشون صحبت میکنن. قاعدتا ما وقتی داریم راجع به حق آموزش به زبان مادری صحبت میکنیم، راجع به این صحبت نمیکنیم که مردم تو کوچه و خیابون شهرشون به زبان مادریشون نمیتونن حرف بزنن. قاعدتا هم کسی نمیتونه جلوی مردم رو بگیره که توی کوچه و خیابون به زبان مادریشون صحبت نکنن. ما داریم در رابطه با محروم شدن کودکان از آموزش دادن به زبان مادریشون صحبت میکنیم. داریم راجع به این صحبت میکنیم که خدمات به زبان مادری ارائه داده نمیشه. فرض کنید یک نفر دستگیر بشه، کسی که زبان مادریش فارسی نیست، به زبان فارسی بازجویی میشه و زیر تمام فرمهایی رو ناچار میشه امضا بکنه که اساساً ممکنه ندونه که توی اونها چی نوشته شده. این اتفاق برای خیلی از کسایی که از اتنیک‌های مختلف بودن و در ایران بازداشت و بازجویی شدن افتاد. یه نمونهش شیرین علم‌پوری. خب اگه انقدر مشکل دارن تو خونه‌هاشون به بچه‌هاشون زبان مادریشون رو یاد بدن، یعنی که نه میتونن برن آموزشگاه بزنن به زبان خودشون. مسئله اصلاً این نیستش که اتنیک‌های مختلف ایران در خونه و به صورت غیر رسمی به بچه‌هاشون زبان مادری یاد بدن. ما داریم راجع به سیستم آموزشی صحبت میکنیم. داریم راجع به این صحبت میکنیم که بچه ها با زبانهای مادری متفاوت یکو بعد از مدرسه پرت نشن به یک دنیای بیگانه و مواجه نشن با یک زبانی که تا الان خانوادهشون با اون زبان باشون حرف نمیزده و اون رو زبان مادری خودشون نمیدونه. به علاوه ارائه آموزش و خدمات آموزشی به عهده سیستم ها و حکومت هاست. ما نباید این مسئولیت رو از روی دوششون برداریم. خیلی از خانواده ها ممکنه این امکان رو نداشته باشن که به صورت خصوصی به بچه‌هاشون آموزش زبان مادری بدن یا اونها رو با آموزشگاه خصوصی بفرستن. به علاوه اتنیک‌های غیر فارس اساساً امکان این رو ندارن که آموزشگاهی برای آموزش دادن به کودکانشون به زبان مادری بزنن. یادمون نره که تلاش‌های زیادی هم در این زمینه انجام دادن، اما همه این تلاش‌ها با سرکوب، بازداشت و احکام قضایی سنگین روبرو شده. نمونه‌اش زارا محمدی که به خاطر آموزش به زبان کردی به کودکان زندانی شد، یا علیرضا فرشی که به خاطر درست کردن کتابخانه‌های ترکی برای کودکان در مناطق محروم آذربایجان به زندان افتاد. ببین همه این چیزایی که میگی درست، اما به هر حال همه کشورهای دنیا یه زبان رسمی دارن، به همون یه زبان هم داره آموزش انجام میشه. اولا که چندین کشور بزرگ در جهان هستن مثل آمریکا، لوکزامبورگ و استرالیا که اساسا زبان رسمی ندارن. خیلی از کشورها هم هستن مثل کانادا، سوئیس، آفریقای جنوبی و حتی هند که بیشتر از یک زبان رسمی دارن. اما مسئله ما توی این گفتگو زبان رسمی یک کشور نیست. ما داریم در رابطه با آموزش به زبان مادری و این حق گرفته شده از کودکان صحبت میکنیم. بعداً میشه در رابطه با زبان رسمی کشور هم صحبت کرد. زبان‌های آموزشی در یک کشور میتونن متفاوت از زبان رسمی باشن. مثلا مالزی فقط یک زبان رسمی داره، مالایی. ولی مدارس دولتیش به زبان‌های چینی و هندی هم توی این کشور دارن درس میدن و وجود دارن. سوئد زبان رسمیش سوئدیه، ولی برای گروه‌های دیگر زبانی از جمله سامی‌ها هم مدرسه در این کشور وجود داره. خب الان اگه همچین سیستمی بیاد که چه شکلی دیگه با هم دیگه صحبت بکنیم؟ هر کی می‌خواد بره به زبان مادری خودش درس بخونه دیگه. جواب این سوال خیلی بستگی داره به اون شیوه قربونه درم ننه.
جواب این سوال خیلی بستگی داره به شیوه آموزش چند زبانه‌ای که اون کشور انتخاب می‌کنه. در 9 مدل رایج آموزش چند زبانه، یک زبان میانجی وجود داره که در کنار زبان مادری به کودکان آموزش داده میشه. مثلا در روش انتقالی، کودکان بین 2 تا 5 سال هم به زبان مادری آموزش می‌بینن و هم به زبان میانجی و بعد باقی تحصیلاتشون رو فقط به زبان میانجی آموزش می‌بینن. در یکی دیگه از روش‌های آموزش چند زبانه، کودک تمام دروسی رو که به زبان مادری می‌خونه به زبان میانجی هم آموزش می‌بینه و الی آخر. تحصیلات دانشگاهی هم که خب عموماً به زبان میانجی هستش. ببین همه اینا بهونه است. شما می‌خواید کشور رو تجزیه کنید. تأکید گذاشتن روی تبعیض ضرورتاً کمک نمی‌کنه به باقی موندن کشور در وضعیت متحد. برطرف کردن تبعیض زبانی اتفاقاً یکی از مهم‌ترین عواملی هست که می‌تونه به کنار هم زندگی کردن اقوام و اتنیک‌های مختلف کمک بکنه. در ضمن استدلال خیلی شبیه استدلال طرفدارای حکومت هست در مورد حق زنان و مثلا حجاب، که وقتی زنان به حقوق اولیه‌شون مثل امکان داشتن انتخاب و اختیار به پوشش اشاره میکنن، برمیگردن بهشون میگن که شما میخواید لخت بشید یا شما میخواید بنیان خانواده رو از بین ببرید. وقتی از این استدلال هم دارید استفاده میکنید، باید خیلی حواستون باشه که چقدر این استدلال داره از نژادپرستی درونی شده آب میخوره. چون بحثی که در رابطه با مسئله آموزش به زبان مادری هست واضحه. در آموزش به زبان مادری داریم ما از حق کودکان برای آموزش دیدن به زبان مادریشون صحبت میکنیم و نه هیچ چیز دیگه. در ضمن وقتی از این گزاره استفاده میکنیم، خوبه یک نگاهی هم به تاریخ بندازیم و به اینکه مسئله تبعیض زبانی چطور در برخی از کشورها باعث جدایی و تجزیه شد. مثل زمانی که بنگلادش دقیقاً به خاطر مسئله زبان مادری خودش از پاکستان جدا کرد و چطور پذیرش چند زبانی در برخی از کشورها باعث اتحاد شد، مثل اتفاقی که در هند افتاد. حالا اصلا فرض بگیریم که شما میخواییم به این زبونها آموزش بدیم. این زبونها که اصلا قابلیت تولید محتوا ندارن، مثلا میخوایی بری جبر و احتمال رو به زبان کردی یاد بدی؟ همین الان هم بیشتر کلمه‌هایی که در فارسی داره استفاده میشه برای علوم مختلف به عربیه یا به انگلیسیه. خود کلمه جبر یه کلمه عربیه. کلمه مثل علم، مثل ضرب، مثل تفریق، اینا کلمه های عربی هستن، فقط توی دستور زبان فارسی قرار داده شدن، وگرنه فارسی نیستن. به علاوه همین الان در نقاط مختلف جهان داره به زبانهای مختلف علم آموزش داده میشه، اتفاقا دقیقا به همون زبانهایی که شما با یک نگاه تبعیض‌آمیز اونها رو تقلیل میدید، به اینکه نمیشه از دل اینها علم تولید بشه. مثل زبان کردی، الان در اقلیم کردستان در دانشگاه داره به زبان کردی علم آموزش داده میشه. پس یادمون نره همه زبان‌ها قابلیت تولید محتوا و تولید علم رو در خودشون دارن. اگر به کودکانی که این زبان‌ها زبان مادرشون هست امکان این داده بشه که به این زبان‌ها آموزش ببینن، همه این زبان‌ها قابلیت این رو دارن که در ساختن و پرداختن علم مشارکت داشته باشن. ببین شما همه این چیزا رو میگین به خاطر اینکه با زبان فارسی مشکل دارین. می‌خواید زبان فارسی رو از بین ببرید. دقیقا وقتی مراجع به تبعیض زبانی حرف میزنیم داریم از همین حرف میزنیم. میتونم ازتون بپرسم که شما همینقدر که برای زبان فارسی نگران هستید، آیا برای زبانهای دیگه هم نگران هستید؟ یک زبانی در اون جغرافیا وجود داره به اسم مندایی. اون داره کاملا منقرض میشه، یکی از قدیمی ترین زبانهای اون جغرافیا است. آیا نگران انقراضش هستید؟ آیا نگران انقراض زبان کردی، ترکی، عربی، نگران انقراض هیچ کدوم از اون زبانها هستید؟ آیا نگران هستید که این زبان‌ها ضعیف بشن؟ آیا فکر نمی‌کنید اگر این مسئله فقط مسئله مردم اون اتنیک باشه و نه مسئله همه ایران، اختلاف بین گروه‌های مختلف اجتماعی در اون کشور خیلی بالا میره؟ اصلا من همچین چیزی فکر نمی‌کنم بزرگوار. دیدم سرتو داری تکون میدی. در ضمن نگرانی شما به دور از منطقه، به خاطر اینکه در سیستم چند زبانه کودکانی که زبان مادریشون فارسی است به زبان مادری آموزش خواهند دید. چرا باید فارسی منقرض بشه؟ مرسی، من از زیر این گریم سنگین و نقشی که واقعا برداشته بودم خارج بشم. و در کل اینکه سیستم آموزش چند زبانه یک سیستم حذفی نیست، سیستم یا اینو یا آنی نیستش، در سیستمیه که تمام این گروه ها توش میتونن فرصت این رو پیدا بکنن که تدریس بشن و کودکانشون به این زبان ها آموزش ببینن. فکر کنم که میتونیم الان دیگه بریم سمت مهمان برنامه. دریا هدایی مهمون عزیزی هستند که دعوت ما رو به این قسمت از مینیمالیست پذیرفتند.
دریا داروساز و مؤسس صفحه انگلیش آذربایجانی هست. دریا بهت سلام میکنیم، مرسی که اومدی توی مینیمالیست. ازت یه سوال داشتیم، اینکه چی شد به فکر این افتادی که صفحه انگلیش آذربایجانی رو تأسیس بکنیم؟ خیلی ازت ممنونیم دریا جان که با ما تجرباتو به اشتراک گذاشتی و دعوت ما رو به این برنامه قبول کردی. همینطور از شما ممنونیم که ما رو دنبال میکنید، برنامه ما رو میبینید. لطفا نظراتتون رو برام کامنت کنید. نظرات شما برای ما مهمه، بهمون کمک میکنه که برنامه رو بهتر بسازیم و با نظرات شما بتونیم خودمون رو تنظیم بکنیم. اگر این برنامه رو دوست دارید با دوستانتون به اشتراکش بذارید. خیلی ازتون ممنونیم و تا یه برنامه دیگه، خداحافظ.